بسم الله الرحمن الرحیم. مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. دوستان عزیز آلای سلام، انشالله هر جای ایران زمین هستید شاد باشید و با انرژی کلیپ های ما رو ببینید. قسمت دوم از فصل اول کتاب ریاضی دهم رو میخواییم شروع کنیم. این قسمت در مورد فاصله، بازه ها و نمایش داده ها روی محور هست. با دقت نگاه کنید، فصل کاربردی هستش. قسمت دوم از فصل اول ریاضی دهم بچه ها میخواییم براتون شروع کنیم. اسم این فصل چی بود؟ مجموعه، الگو و دنباله. خب مجموعه ها رو توضیحاتش خدمتتون ارائه دادیم که دانش آموز متوجه بشه داستان از چه قراره. اما در کنار مجموعه ها اصطلاحی اینجا ایجاد شده به نام بازه. به نام چه بچه ها؟ بازه. این بازه چیه؟ ده نداره ها، دقت کنید. بازه، بازه یا محدوده، که دانش آموز آشنا میشه با محدوده که یک عبارت میتونه داشته باشه. بازه ها دو مدل هستن، بازه هایی که محدود هستن، بازه هایی که نامحدود هستن. یعنی چی؟ ببینید دوستان، ما قدیم میگفتیم مثلا x بین عدد منفی 2 و عدد 5، یا میگفتیم x بین منفی 2، بچه ناکنید یک خط اینجا اضافه میشد که ما اینو میخوندیم مساوی دیگه، یا میگفتیم آقا x ما بین منفی 2 و 5، یا خط رو اینجا اضافه میکردیم. درسته؟ خب دانش آموز وقتی اینو ببینه متوجه میشه یا از اینجا تا اینجا به این مدل نوشتن، و میگفتن آقا به صورت فاصله نوشتن. به صورت چی؟ میگفتن از این فاصله تا این فاصله. ما میخوایم یه کار دیگه انجام بدیم. یا مثلا این مورد دیگه میگفتن آقا x ها بزرگتر از 2، یا x ها کوچکتر از منفی 1. حالا ممکن بود مساوی داشته باشه، ممکن بود مساوی نداشته باشه. ما اینا رو میخوایم به صورت بازه نشون بدیم، مدل دیگه نشون بدیم. من اول رو محور نشون بدم، روی چه جا محور، که دانش آموز قشنگ مطلب واسش جا بیفته. این محور ما های ما هستش، 3 تا 4 تا و 5 تا محور. بچه‌ها همیشه محورهای ما مبدا صفر شما در نظر بگیریم، که ما از این صفر بخوایم سمت چپ و سمت راست حرکت کنیم. خب اولی گفتم منفی 2 تا 5. خب دانش آموز میگه آقا منفی 2 اینجا هست، 5 اینجا هست. خب از منفی 2 تا 5 یعنی از منفی 2 رد شه، یعنی از عدد بعدی. پس اینجا میشد منفی 1، 0، 1، 2، 3 و 4. خب دانش آموز میومد رو محور، اینجا رو تو خالی میکشید، اینجا رو هم تو خالی میکشید، اینا رو به هم دیگه وصل میکرد، میشد چی؟ روی محور از منفی 2 تا 5. بچه از منفی 2 تا 5 اعداد منفی 1، 0، 1، 2، 3 و 4 رو شامل میشه، اعداد صحیحی که اینجا هست رو شامل میشه. تو قسمت بعدی میگم از منفی 2 تا 5 دوباره همین داستان رو با هم دیگه وصل میکردن، اما این بار میومدن یکیشو تو پر میکردن، میگفتن آقا این تو پره دیگه، تو خالی نیست. وقتی که تو پر میشد یعنی خودش هم حساب بود، یعنی منفی 2 هم اینجا بازی هست، ولی اینجا منفی 2 بازی نبود. بعدی رو ناکنی بیا آقا منفی 2 برو تا 5، اما این بار 5 بازی هست، عدد 5 تو پر میشه، این یکی چی میشه بچه ها؟ تو خالی میشه. حله؟ خب تو بعدی میگه x های بزرگتر از 2. آقا این 2، این 2 بزرگتر از 2 یعنی آقا ادامه پیدا کنه تا کجا؟ آن تا معلوم نیست، برو آخری عددی که وجود داره بهش میگم مثبت بی نهایت، یعنی آقا از عدد بعد از 2 برو تا بی نهایت. بعد این میگه x ها کوچکتر مساوی منفی 1. خب اگه اینجا منفی 1 باشه، اینجا کوچکتر به سمت منفی بی نهایت حرکت کن، اما به این شرط که اینجا توپر باشه، یعنی خودشی باشه، حساب باشه، فاصله محور. خب به جای این دوتا بازی ما میخوایم یک اصطلاح جدیدی به شما یاد بدیم به نام بازه. ببینیم بازه چیه. دانش آموز میگه آقای امینی دوتا اصطلاح وجود داره، بسته باز.
اگر عبارت شما مساوی داشت، اگر عبارت شما مساوی نداشت. اگر مساوی نداشت از پرانتز استفاده کنی، یعنی به جای این شکل ها و به جای نوشتن این فاصله ها فقط یک کلام بگو منفی 2 و 5، هر دو هم پرانتز. دقت کنید بچه ها، هر دو هم چی؟ پرانتز. یعنی خود اون عبارت ورودی و خروجی حساب نباشه. خب توی قسمت بعدی میگه آقا منفی 2 تا 5، منفی 2 تا 5 یه کلمه و میذارن اینجا که عبارت چیکار کنه؟ پوشش بده. منفی 2 بسته، دیگه پرانتز استفاده نمیشه، از این عبارت استفاده میشه کروشه، میبندنش. حله؟ تو قسمت بعدی منفی 2 5، این باز این بسته. حله؟ تو قسمت بعدی x ها بزرگتر از 2. دقت بکنید کلمه بی نهایت چه مثبته چه منفیش حتما داخل پرانتز نمیشه، یعنی عبارت باز هستش. پس اینجا میشه از 2 و مثبت بی نهایت که بی نهایت همیشه چی هم؟ باز هست. اینجا چی میشه؟ از منفی بی نهایت الا منفی اینجا بسته. خصلت این بازه ها چی بود؟ این بودش که دوتا عدد نوشته میشه، نگاه کنید همه دوتاییه، بینش و یا ویرگول یا هرچی قرار میدن، بسته و باز مشخصه. و یه خصلت جالب دیگه که داره، از چپ به راست از عدد کوچکتر به بزرگتر نوشته میشه. نگاه کنید به اینا میگن باز. به اینا میگن چی؟ باز. دانش آموز بخاطر اینکه بازه رو بفهمه میتونه تصویر سازی ذهنی بکنه. یعنی این باز اگه اینو میخواد بهتر بفهمه برگرده به سالهای گذشته با فاصله ها آشنا بود، یعنی از یک جای تا یک جای، به خاطر اینکه خوشگل بشه، تمیز بشه، قشنگ بشه، از چی استفاده میکنن؟ بازها. بچه ما میتونستیم محورها رو چند تا محور رو هم دیگه تصویر کنیم، اجتماع بگیریم، اشتراک بگیریم، فاصله ها رو اجتماع، اشتراک، تفاضل بگیریم. حالا به جای این کارها میتونیم از چی استفاده کنیم؟ از اجتماع، اشتراک و تفاضل بازها استفاده کنیم. چه جوری بچه‌ها میشه؟ الان نگاه کنید با مثال براتون جا میندازم. سوال شماره 1، برای اینکه مفهوم بازه بهتر جا بیفته یک مثال خیلی خیلی ساده در نظر گرفتیم. بچه این آی ما هست، این بی ما هست، اجتماع، اشتراک، تفاضل، این دوتا از ما خواسته. خب من دارم در مورد بازه ها صحبت میکنم. دانش آموز به خاطر اینکه بهتر بفهمه نیازی که یک محوری بکشه و این دوتا روش نشون بده. پس نگاه کنیم، من الان یه یک محور رو مشخص میکنم به عنوان محور ایکس های من. خب اینجا صفر منه. بچه آی من هست از منفی 2 تا 4، از منفی 2 تا 3، از منفی 2 الی 3. خب یکیش تو پره، یکیش چیه بچه ها؟ تو خالیه. این میشه قرمزه، میشه آی من. پس من اینم قرمز بنویسم که مشخص بشه. فقط یادتون باشه منفی 2 بچه چیه؟ تو پره. حله؟ و بی من هست از 0 تا 4. من اینو مثلا با رنگ بنفش مشخص کنم. این بی من، اینجا 0، اینجا هم 4، یه ذره بالاتر در نظر بگیریم از اینجا تا اینجا. خیلی خوب، این آه، اینم بیه، قبوله؟ خب دوست عزیز، آ رو داری، بی رم داری، چیا رو میخواد؟ اجتماع، اشتراک و تفاضل. اجتماع گفتیم یعنی یک کاسه کردن، یعنی یکی کردن. بچه این دوتا اگه بندازیم رو هم دیگه از کجا تا کجا رو پوشش میده؟ نگاه کنی، خط یعنی توپر، خط یعنی نقطه توپر، نقطه قابل قبول. الان این تو خالیه، این توپره، این میاد اینو میپوشونه، پس اینجا میشه یک خط. پس اینجا، اینجا رو پوشش میده، اینجا هم پوشش میده، این تو خالیه و این توپر رو پوشش میده. پس اجتماع شما میشه از منفی 2 الی 4، منفی 2 توپر 4 بچه ها باز. ببینید همدیگر رو پوشش میدن. پس اینجا علامت سوال رو برمیداریم، جواب میشه منفی 2 الی 4 باز. آقای امینی اشتراک اون کجا میشه؟ بچه اشتراک یعنی قسمت هایی که مشترک هستن. خب نگاه کنید، الان از اینجا تا اینجا مشترک هستن، یعنی از 0 تا 3 همدیگر دارن چگاه میکنن؟ پوشش میدن. فقط حواسمون به توپر تو خالیشون باشه، اشتراک یا باید تو خالیه رو در نظر بگیریم. این توپره، این تو خالیه، این خطه توپره و همچنین به عکس. این اینو درسته پوشش میده ولی مشترک نیستن. پس توی اشتراک حواستون باشه بین توپر و تو خالی باید تو خالیه رو در نظر بگیری. پس اینجا میشه 0 و 3.
آیه من های بی چی میشه؟ آیه من های بی یعنی اونایی که تو آ هست اما تو بی نیست. نگاه کنید چه چیزهایی تو قرمز هست اما تو بنفشه نیست. خب دانش آموز میگه خب آقای امینی از اینجا تا اینجا توی قرمز هست اما توی بنفشه نیست. قرمز اینجا منفی دوشم چیه بچه ها؟ بسته است. اما صفر اینجا هست اما اینجا نیست، پس صفرم باید چیکار کنی؟ بسته بذاری. تمام شد. یه بار دیگه، اجتماع یعنی از ابتدا تا انتها، اشتراک یعنی قسمت هایی که مشترک هستن، حواستون به تو پرو تو خالی باشه. آیه من های بی یعنی اونایی که تو آ هست تو بی نیست. اگر میگفت بی من های آ یعنی اونایی که تو بی بودن اما تو آ نبودن، بعد معنی بشه قشنگ درست و دقیق معنی بشه. خب آقا چه چیزهایی تو آ هستن تو بی نیستن؟ نگاه کنید، این آیه منه، این بی منه. از اینجا تا اینجا تو آ هست اما تو بی نیست. یک مثال خیلی ساده بود که دانش آموز بفهمه اجتماع و اشتراک و تفاضل و این داستانا رو توی بازها چجوری میشه نشون داد. بریم مثال بعدی رو ببینیم. بریم سوال بعدی. سوالمون اینه، گفته اگر آ و بی و سی به این صورتی که من به شما میگم باشه، از منفی 2 تا 1، از منفی 1 تا 1 و از 0 تا 4، حالا بسته و بازش هم که مشخص هستش، حاصل آ منهایه به اشتراک سی چقدره؟ دوست عزیز من، ترتیب عملیات در ریاضی اول پرانتز، بعدن توان، ضرب، تقسیم، جمع، تفریق. اینجا پرانتز داره چی میشه؟ چه مشاهده میشه؟ یعنی پس ما باید بریم سراغ به اشتراک سی. بهترین روش اینه که یه محور سری بکشیم، بی و سی روش مشخص کنیم، اشتراکش رو دست بیاریم. بچه سیمون از 0 تا 4، از 0 تا چند؟ 4. این 0، این 4، اینم وسطش. فقط حواستون باشه این 0 چیه بچه‌ها؟ بسته هستش. خب ما از این قلب خوشگل استفاده کنیم، صفر بسته است. خب بیمون چیه؟ بیمون از منفی 1 تا 1، از منفی 1 تا 1 هست. اینم به این وصل میشه. خب بچه کدومش بسته است؟ 1 بسته است، اینم 1. اشتراکش رو میشه از کجا تا کجا؟ خب دانش آموز میگه آقا اشتراک یعنی از اینجا تا اینجا، هر دو هم تو پرن، پس اشتراک ما میشه از 0 تا 1 و هر دو هم چی بچه ها؟ توپر. هر دو هم توپر، از 0 تا 1. خب الاسه آقای امین کار تمام شد؟ نه، حالا گفته آ رو منهای این بازه کن. سری دوباره برای آ یه محور از منفی 2 تا 1. این آیه من کدوم بچه توپره؟ آ توپره. بیا اینم توپر. خب آقای امینی اینو قرار منهای 0 تا 1 بکنی، پس این میشه 0، اینم میشه 1. آره یه نه؟ پس قراره این آ یا این مشکی رو منهای آبی کنیم. یعنی چه چیزهایی توی این مشکیه هست که توی این آبیه نیست؟ چه چیزهایی توی این مشکیه هست توی این آبیه نیست؟ خب دانش آموز میگه آقا این قسمت، این قسمت توی این مشکیه هست اما توی این آبیه نیست، پس میشه از کجا تا کجا؟ میشه از منفی 2 شروع میشه، میاد تا 0. اما 0 تو خود آبیه هست، پس باید چی باشه بچه ها؟ باید باز باشه. پس چه چیزهایی توی این مشکیه هست اما توی این آبیه نیست؟ از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا واقعا تو آبیه نیست، اما وقتی به مرزش که 0 میشه میرسی میگه آقا این 0ه، همین تو هست همین تو، پس 0 باید چی بشه؟ باز بشه. پس این داستانمون ما بود با آ و بی و سی. اول اومدیم سراغ بی و سی، حسابش کنیم، بعد آ رو. علتش هم این بود که ترتیب عملیات در ریاضی با پرانتز شروع میشه. حله؟ سوال قشنگی بود که دانش آموز بفهمه داستان بازه ها چجوری. بریم سوال دو. سوال بعدی بچه ببینیم چی مطرح کرده. گفته آ به این صورت، بی به این صورت و سی به صورت بازه. آیا میبینی اینا چرا این شکلی هن؟ این شکلی هن؟ دوست عزیز اینا که آکولاد دارن به صورت فاصله مطرح شدن که باید معنی کنیم چیه، و اینا به صورت بازه که خیلی دیگه درجه یک و ساده هستش. بچه ایکس متعلق بار، ایکس متعلق بار، این خطه که اینطوری، یعنی به طوری که ببین
وقتی که این ورش آره خیالت راحت باشه، یعنی همه اعداد قبوله. مگه اینکه این ور آر نباشه، مثلا ان باشه، زد باشه، یک مسئله ای رو مطرح کنه. اما وقتی که دانش آموز این ور رو آر دیگه نمیخواد این ور دیوار رو نگاه کنه، یه دیوار دیگه نه؟ این ور دیوار دیگه نگاه نکن، این آره اوچه. اگر غیر از آر بود داستان داریم که دو جلوتر براتون میگه. پس این ور دیگه بیخیال میشه. بیا اینجا آقای امینی، آ میگه از بین، از منفی دو تا سه. خب آقا من آ رو می‌نویسم دیگه، آ شد از منفی دو تا سه بسته. خب این هم که شکل این شد، فقط موندیم سراغ کی؟ بی. بی رو می‌نویسیم تمام. این ور دیوار به خیال شو، بیا این ور دیوار منهای ایکس دوم بزرگتر از یک. بچه ما دنبال ایکس میگردیم، این ایکس منفی شده، مخرج گرفته، داستان شده، پس باید حلش کنیم. بچه ها کنیم حلش کنیم. بیا به این صورت شده، آقا منهای ایکس دوم بزرگتر از یک، منهای ایکس دوم بزرگتر از یک. خب بچه من میتونم بیام طرف اینو ضرب در دو کنم. اگر طرف اینو ضرب در دو کنم، وقتی اینو ضرب در دو کنیم، این با مخرج این از بین بره، میشه منفی x، اینجا هم میشه دو. آقای امینی ما دنبال x میگردیم، این چرا منفیه؟ خب دوست عزیز، طرح از قصد منفی داده. دانش آموز هنگامی که xش منفی باشه چالش داره، به درد نمیخوره، باید x مثبت بشه. خب میگه چیکار کنم؟ میگم میتونستی بیای همون اول ضرب در منفی دو بکنی، اما من این کارو نکردم که این نکته رو بگم. هنگامی که ایکس منفی باشه باید توی یک عدد منفی ضرب یا تقسیمش کنی. اگر بیای دو طرفه یک نامعادله رو در یک عبارت منفی ضرب یا تقسیم کنی، جهت بر میگرده. عزیز من نگاه کن، این میشه ایکس، این میشه منفی دو. دهنه به سمت ایکس بود، الان دهنه به سمت چی میاد؟ عدد میاد. پس بی ما هم به این صورت شد. فهمیدی چی شد؟ آ، بی و سی به دست اومد. فقط دقت کن، این منفی رو به خاطر این داده که دانش آموز مجبور بشه جهت رو چیکار کنه؟ برگرده. خب چی رو خواسته؟ آ اجتماع این بسته. این بسته چیه؟ به اشتراک سی. پس طبق معمول اول بسته اشتراک رو به دست بیاریم. بچه اشتراکمون بی و سیه. بیمون چی بود؟ بیمون الان حساب کردم ایکس های کمتر از منفی دو. پس آقای امینی اگر این منفی دو باشه تو خالی بره به سمت بی نهایت منفی. این ایکس های کمتر از منفی دو رو نشون میده. خب این بیمون سیون چی بود؟ میگفت ام منفی چهار بیا تا مثبت بی نهایت. بسم الله، از منفی چهار بیا برو تا مثبت بی نهایت. فقط دقت کنید منفی چهارش بچه چیه؟ توپره. منفی چهارش چیه؟ توپره. خب بچه اشتراک اون کجا میشه؟ این توپره، اینم که خط توپره، این خط این تو خالیه. پس اشتراک اون خیلی ساده میشه از منفی چهار بسته الا منفی دوی باز. گفتیم تو اشتراک یکیش باز بود، جواب بازه. خب آقای امینی این حساب شد، هنوز جواب کل حساب نشده. جواب کل یه محور دیگه، صفر. گفته آ اون چی بود؟ دقت کنید، منفی دو تا سه. خب این منفی دو، اینم سه. منفی دو وسه به هم وصل بشن، سه توپر باشه. خب سه هم توپر شد، این همون شد. اشتراک اون از کجا تا کجا بود بچه ها؟ از منفی چهار تا، اشتراک اون از منفی چهار تا دو، اینم از اینجا تا اینجا، که اینجا هم باید چی بشه بچه ها؟ توپر بشه. حله. خب این قرمزه شد منفی چهار تا دو، این مشکی هم شد همون آیمون. چی رو میخواد راستی؟ اجتماع میخواد. بچه اجتماع یعنی چی؟ یعنی یک کاسه کردن، بریز رو هم دیگه. خب دانش آموز که اینا رو میخواد بریز رو هم دیگه، بکوبه این دوتا ساختمون یه طبقه بسازه، میگه خب آقای امین این از اینجا میاد پوشش میده میره تا سه. پس جواب میشه از کجا تا کجا؟ جواب میشه از منفی چهار برو تا سه، تا سه اونم بسته. اما حواستو جمع کن، چه اتفاقی داره میفته؟ این که اینو پوشش نمیده، اینجا سوراخه. نگاه کن، اینجا سوراخه، اینجا هم سوراخه، این دوتا هم دیگر پوشش نمیدن. پس از اینجا تا اینجا به جز این سوراخه، سوراخه در چه نقطه ایه؟ در نقطه منفی دو. حواست باشه. پس وقتی که این آدم خواهم دیگر پوشش بدن، ببین کجا رو پوشش نمیدن، اینجا سوراخ بود. حله؟
خیلی خوب آقا، ایشالله که مفهوم بازه، اجتماع، اشتراک و تفاضل رو فهمیده باشید. فکر نکنم مطلب سختی باشه که دانش آموزا رو اذیت کنه و چالش ایجاد کنه. ما همه چی رو ایشالله براتون گفتیم و انشالله باز هم توی آینده مثالای بهتری براتون حل میکنیم. بریم قسمت بعدی رو با هم ببینیم. سوال آخری که میخوایم براتون توی این مبحث بازه ها حل کنیم چی هستش؟ این سوال گفته دو ام به علاوه یک متعلق است به بازه منفی یک و پنج، حدود ام چی؟ خب بچه نها کنید، منفی دو ام به علاوه یک گفته بین، فارسیش به این صورت دیگه میشه، بین منفی یک و پنجه. وقتی که میگه این بسته متعلق به اینجا هست، یعنی عضو اینجا هست، یعنی از اینجا تا اینجا هست، پس میشه از منفی یک بسته تا پنج بسته. خب حدود ام رو میخوام به دست بیاریم، ام اینجا شده دو ام به علاوه یک دیگه، درسته؟ این ام است، یکی بعد بپره، دو ام بعد بپره تا ام در بیاد. خب چیکار کنم یک بپره؟ میام به طرف این منفی یک اضافه میکنم. خب بچه این با این از بین میره، اینجا میشه دو ام، اینجا هم میشه چهار، اینجا هم میشه منفی دو. این چقدر ساده؟ منفی یک به سه طرف اضافه کنم، یک دو سه. حالا طرف این رو تقسیم برای دو میکنیم، اینجا میشه ام، اینجا میشه علامت دو، اینجا هم میشه منفی یک، به راحتی حدود ام در اومد. به صورت بازه میشه منفی یک تا دو. این هم یه سوالی بودش که خب جزء تمرین های کتاب درسی بود، گفتیم براتون حل کنیم که دانش آموز اگه اینا رو دید بدون چیز عجیبی براش نیستش. انشاءالله که مطلب رو خیلی خوب و کامل یاد گرفت.